سلام، من بردیا هستم و امروز با تحلیل قیمت نقره در خدمتتون هستیم. ویدیو به این شکله که در ابتدا تحلیل فاندامنتال روی نقره انجام میدیم و نگاه میکنیم که چه چیزهایی قیمت رو دارن تغییر میدن و در قسمت دوم ویدیو سراغ تحلیل تکنیکال میریم و با نگاه کردن به نمودار و قیمت نقره در طی چند وقت اخیر میبینیم که در آینده چه چیزی در انتظارمون هست و چه موقعیتهایی رو میتونیم استفاده کنیم. با ما باشید. خب همونطور که با نگاه کردن به نمودار همیشه متوجه شد، در سال 2011 قیمت نقره به ماکسیموم خودش در تمام زمان‌ها رسید و تونست قیمت 50 دلار رو لمس بکنه. هرچند که بعد از اون روند قیمتی نقره رو به پایین بوده و در واقع اگه به گذشته نگاه بکنین تقریبا از سال 2013 به بعد قیمت نقره زیر 21 دلار در حال معامله بوده. همطور که حتما در جریان هستین، بعد از شیوع ویروس کرونا قیمت دارایی‌های مختلف من جمله نقره اول کاهش پیدا کرد و به خاطر در واقع بحران مالی بحران نقدینگی دلار که تو ویدیو قبل راجع بهش صحبت کردیم هم قیمت تمام دارایی‌ها کاهش پیدا کرد. هرچند که بعد از اون نقره افزایش حدود 1.5 برابری داشت، یعنی از حدود 11 دلار تا حدود 30 دلار قیمت نقره افزایش پیدا کرده، بالای 150% افزایش که بسیار قابل توجه هستش. همچنین در همین مدت طلا موفق شد که مرز 2000 دلار رو بشکنه و یک ماکسیموم جدیدی ماکسیموم در تمام زمانهای جدیدی ایجاد بکنه، ولی هرچند که نقره این کار نکرد و ماکسیموم 50 دلار هنوز به قوت خودش باقیه. با باز شدن دوباره اقتصادها، جریان افتادن دوباره اقتصادها بعد از ویروس کرونا، اتفاقی که افتاده به دو شکل میشه بهش نگاه کرد. سمت اول اتفاق این هستش که غالباً مصرف نقره، به خاطر اینکه مصرف صنعتی داره، مصرف صنعتی نقره برگشته و برخلاف چیزی که در دوره لاکداون اتفاق افتاده بود، مصرف صنعتی نقره برگشته و از اون طرف نگرانی هایی در صنعت وجود داره که تولید نقره توسط معادن نقره به اندازه کافی نباشه. خب سپلای دیمند، عرضه تقاضا پایه اقتصاد هست، میتونه به ما نشون بده که احتمالاً نقره در آینده حرکت رو به بالایی رو خواهد دید اگر این روند ادامه پیدا کنه. همچنین از طرف دیگه دلار آمریکا، شاخص دلار آمریکا در مینیمم 2 سال اخیرش هست و این میتونه به قیمت تمام دارایی‌ها، چه طلا چه نقره و چه استاک مارکت کمک کنه و این رو هم باید در نظر گرفت برای حرکت رو به بالای نقره. مصرف نقره به سه شکل میتونیم طبقه بندی کنیم، به سه چیز مختلف میتونیم طبقه بندی کنیم. دسته اول مصرف صنعتی نقره هستش که بالای 50% استفاده یه نقره رو در جهان در بر میگیره. نقره توی صنایع هوایی، توی صنایع فضایی و در ساخت در واقع صفحه‌های خورشیدی خیلی استفاده میشه و بنابراین کارخونه‌ها وقتی شروع به کار بکنن مصرف نقره بالا خواهد رفت. حدود 30% مصرف نقره در لوازم زینتی هستش و مابقی که حدود 20% تشکیل میده نقره رو برای در واقع از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری استفاده میکنه. در این ویدیو میخوایم تحلیلی بکنیم و ببینیم که قیمت نقره تا انتهای سال 2020 به چه شکل تغییر خواهد کرد. برای اینکه این تحلیل رو بتونیم انجام بدیم به 3 چیز میشه توجه کرد. مورد اول بحث ویروس کرونا هستش. خب با افزایش شیوع ویروس کرونا و افزایش عدم اطمینان سرمایه گذارها و به خاطر استرس سرمایه گذارها ترجیح میدن که به سمت دارایی های امن مانند طلا و نقره و تا حدی بیت کوین برن و سعی کنن از بازارهای دیگه فاصله بگیرن تا وقتی که اوضاع کمی پایدارتر و مطمئنتر بشه. برای مثال اگر واکسنی بیرون بیاد که فعلا خبر مثبتی در مورد واکسن ها دیده نمیشه. مسئله دومی که میشه پیش نگاه کرد بحث بازار بورس آمریکا هستش. خب همونطور که میدونید بازار بورس آمریکا برگشت خیلی قوی رو داشته، ولی خب خیلی ها از جمله من میگم که بیش از اندازه اکسنت شده، بیش از حد بالا رفته و وقتشه که یک برگشتی رو به پایین رو داشته باشه و به یه نوعی شاید ما توی حباب هستیم. اگر این حباب قرار باشه شکسته بشه و اگر قرار باشه که حساسیت به بازار مالی آمریکا برگرده، به بازار بورس آمریکا برگرده، احتمال زیادی وجود داره که سرمایه‌گذارها پولشون رو از بازار خارج بکنن و احتمالاً سراغ دوباره استهای نرمی مثل طلا و نقره برن.
بحث سومی که باید مد نظر قرار داد بحث انتخابات هست. همونطور که دیدیم چه تو 4 سال گذشته چه تو هر کدوم از انتخاباتی که در آمریکا اتفاق میفته معمولا همراه هستش با ولاتیلیتی، با حرکت‌های ناگهانی و با عدم اطمینان سرمایه‌گذارها که این هم به نوبه خودش میتونه کمک کنه به افزایش قیمت فلزات با ارزش از جمله نقره. با توجه به اینها پیش بینی ما برای قیمت نقره تا انتهای سال 2020 به سمت بالا هست، اما اینکه چطور، چقدر، کی باید وارد شیم و کی باید خارج شیم رو بیشتر در تحلیل تکنیکال بررسی می‌کنیم. با ما باشید. خب الان که نگاه دقیق‌تری به فاندامنتال ها و در واقع اتفاقاتی که باعث حرکت قیمت نقره شدن انداختیم، وقتشه که به چارت نگاه کنیم، به نمودار نگاه کنیم و ببینیم که از چارت و نمودار چه چیزی میتونیم برداشت کنیم. خب برای شروع من از نمودار هفتگی شروع میکنم. این نمودار هفتگی نقره هستش از سال 2007 به این ور. همونطور که میبینید ما در سال 2011 اواخر اپریل 2011 بالاترین قیمت سیلور رو شاهد بودیم در حول هوش 50 دلار 47 خورده ای که این برای ما یک مقاومت هست قاعدتاً. بعد از اون سیلور به سمت پایین حرکت میکرد و تا وقتی که به این رنج برسه، من این رنج رو که مدت زیادی توش در حال حرکت بودیم رو به این شکل مشخص میکنم، برای مدت خوبی یعنی تقریبا از سال 2013 تا 2020 یعنی مدت تقریبا 7 سال ما توی رنج زیر 22 دلار مشغول حرکت بودیم. حالا میشه گذاشت 20 دلار بین در واقع 13 دلار و 21 دلار در حال حرکت بودیم. شاید افزایش قیمت نقره بودیم تا که الان در هلوش 28 دلار داره معامله میشه. این عدد 28 دلار خیلی عدد مهمیه. من اینجا یک خط افقی میکشم براش. دقیقاً هم از قضا دقیقاً همین قیمتی که معامله داره میشه سیلور خیلی قیمت مهمی هست. چرا؟ اگر نگاه کنید میبینید که این عدد 28 دلار یعنی که به گذشته نگاه کنید میبینید که بارها اینجا هم به شکل مقاومت عمل کرده، هم به شکل در واقع ساپورت عمل کرده و وقتی شکسته شده که پرایس شکسته و پایین مونده. پس الان در قیمت مهمی هستیم و خیلی وقت هم از که اینجاها نبودیم. یعنی آخرین باری که ما تو این قیمت بودیم رو اگر بخوایم نگاه کنیم میرسیم به 7 سال پیش، سال 2013. خب این یک اوورویو خیلی قدیمی، یک درس تاریخی بود که مرور کردیم با هم. بریم به نمودار روزانه و ببینیم که چه اپورتونیتی هست، چه موقعیتایی برای ما هست که بتونیم ازش استفاده کنیم. خب قاعدتا بعد از این سقوط که به خاطر کرونا اتفاق افتاده بود، یک ریکاوری خیلی بزرگ رو داشته سیلور. 156% ریکاوری همونطور که می‌بینید خیلی قابل توجه بوده و در یک مرحله هم اتفاق نیفتاده. اما کاری که ما میتونیم انجام بدیم اینه که یک ترند لاین بکشیم. من از آهنربا استفاده میکنم برای اینکه ترند لاین دقیقی بتونم بکشم. این ترند لاین که در واقع از ریکاوری کرونا شروع شده رو اگر نگاه بکنیم میبینیم که ترند لاینی بوده که اولا خوب بهش احترام گذاشته شده توسط قیمت، یه بار اینجا، یه بار اینجا و الان هم بالاش هستیم. من به شخص خودم علاقه دارم که در واقع همراه ترند معامله بکنم. نظر من خب غالبا ترند به سمت بالا هستش. هرچند که الان بعد از در واقع از اواسط آگوست به این ور قیمت توی یک بازه نسبتا محدودی در حال نوسان هست و خب این میتونه نشونه یک ترند به سمت بالا خیلی سالم هست که یعنی داره انرژی جمع میکنه، داره مومنتوم جمع میکنه و بعد از این میتونیم یک حرکت خیلی بزرگ به سمت بالا یا پایین داشته باشیم. نکته دیگه‌ای که من می‌خواستم بهش نگاه بکنم از لحاظ تکنیکال مکدی هست. مکدی می‌دونیم که یک جوری نمایانگر مومنتوم هم هست و چیزی که ما توش در واقع داریم می‌بینیم اینه که یک سیگنال خرید مکدی بهمون داده بود وقتی که قیمت روی 14 دلار میگشت. بعد از اون مکتی به سمت بالا حرکت کرده همراه با قیمت و این خب نشونه خیلی خوبیه از این که در واقع اگر ما این خط سعودی اینجا رو دنبال بکنیم میبینیم که همین خط در واقع اینجا هم وجود داره و این نشون میده که ترند به سمت بالا هست و مشکلی برای ترند وجود نداره. همچنین بعد از این که این در واقع قیمت 30 دلار تاچ شد
برای یک رول اطلاعات به 30 دلار نرسید، 29 و 85 دلار رسید. بعد از اون مکدی هم در واقع یک ماکسیموم رو به سقف رسوند و چند روز بعد به ما سیگنال فروش داد. هرچند که سیگنال های فروش توی ترند های به سمت بالا لزوما به معنی که فروش باید، یعنی وارد معامله شورت باید بشیم، نیستن و در واقع نشون دهنده اینن که این ترندی که تا الان داشتیم به سمت بالا فعلا حرکت خاصی نداره. حالا چیزی که باید منتظرش باشیم از لحاظ مکدی دیدن یک سیگنال خرید هست که این میتونه هم چه اگر قیمت ثابت باشه اینجا، چه اگر پایین بیاد و یک برخوردی به این ترند لاین داشته باشیم، ما این سیگنال خرید رو میتونیم بگیریم. خب من مکدی رو فعلا میبندم، بیایم به ترند لاینمون تمرکز کنیم. موقعیت هایی که وجود داره چی هست؟ قبل از اینکه وارد موقعیت ها بشیم، من خیلی دوست دارم که توجهتون رو جلب کنم به این مثلثی که اینجا داره شکل میگیره، بین اصطلاحاً وجی که اینجا داره شکل میگیره و این معمولا بیانگر آغاز یک حرکت خیلی بزرگ به یکی از سمت ها هست. حالا هر سمتی که شکسته بشه، من پیش بینیم به سمت بالا هست. اگر قیمت به سمت بالا بره چه انتظاری داریم؟ تا کجا انتظار داریم بالا بره؟ و اگر به سمت پایین بیاد تا کجا انتظار داریم پایین بیاد؟ من با یک نمودار فیبوناچی شروع، ریتریسمنت فیبوناچی شروع میکنم. قاعدتا اولین چیزی که به نظر میرسه فیبوناچی کشیدن یک فیبوناچی از بالای بالا، در واقع ماکسیموم 30 دلاری که گرفتیم تا در واقع مینیمومی که در وسط در کرونا به دست اومد در 11.6 دلار هست. همونطور که میبینید الان قیمت داره بین 7.86 و 1 نوسان میکنه. یک نگاه خیلی سریع هم به 61.8 داشت، حتی حدوداً 61.8 داشت و نتیجه که میخوام بهش برسم اینه که حتی اگر قیمت بیاد و به مرز 50%، یعنی در حدود 20 دلار برسه، باز هم این ریتریسمنت، این حرکت رو به بالا زنده هست و نمیتونیم در واقع بهش بگیم که تموم شده. نکته دیگه که میشه نگاه کرد، اگر دقت کنید، من قبلا این رو پاک کنم، اگر دقت کنید توی این بازه‌ای که مدت زیادی قیمت نقره در حال نوسان بود، من یه ذره رنگ اینو واضح‌تر بکنم که بهتر دیده بشه، مدت زیادی اینجا قابل در حال نوسان بود و بعد از اینکه شکسته هم شد ریتست کرد و این حرکت بزرگ در واقع بعد از شکسته شدن این مرز به طور خاص اتفاق افتاد. من این مرز رو به صورت یک خط افقی در واقع که موقع رزیستنس بود و الان ساپورتمون هست مشخص میکنم. خب حالا چیزی که میخوام ببینم اینه که اگر ما فیبوناچی رو به جای اینکه از پایین بکشیم، از اینجا بکشیم، ببینیم به چی میرسیم. خب الان ما دقیقا داریم روی مرز 78.6 معامله میکنیم. قیمت وقتی برگشته تقریبا تا 38.2 برگشته که خب نشونه خوبیه و خیلی سریع قیمت ریجکت شده به سمت بالا که نشونه خوبیه. یک دراپ دیگه داشتیم توی 8 سپتامبر، دقیقا روی 61.8 بوده که باز هم نشونه خوبیه، نشونه اینه که این فیبوناچی که ما کشیدیم فیبوناچی درستی هست. و اگر قرار باشه که قیمت برگرده و قبل از شروع حرکت به بالا چیزی رو تست بکنه، اگر قرار باشه که در واقع این مثلث فراموش بشه، ما گفتیم اگه مثلث بشکنه به سمت بالا احتمالاً حرکت بزرگی به سمت بالا خواهیم داشت، اما مثلث به سمت پایین بشکنه، ما باز هم این ترند لاین رو داریم که شکستش بدیم، باز هم ساپورت های مختلفی داریم، هم اینجا که شکستشون بدیم و همین جایی که ممکنه ببینیم در واقع پرایس میاد پایین، قیمت میاد پایین و اونجا گیر میکنه، یکی همین در واقع 61.8 تقریبا 61.8 فیبوناچی هست که ما مساوی میشه با حدود 25.87. مرز دیگه ای که باید بهش نگاه کنیم، من این قیمت رو دوست دارم چون اگر قیمت های بسته شدن بازار رو تو این روزها نگاه کنیم، میبینیم که 24.6 24.5 داشته ساپورت به ما نشون میداده و در نهایت اگر قیمت این نه چندان مهمی اگر باشد روی 38.2 یا مینیمم اینجا هست. من اینا رو دونه دونه خیلی سریع اسم گذاریشون رعایت کنید. سعی کنید همیشه جدولاتون رو تمیز نگه دارید، جدولاتون رو با اسم نگه دارین، شلوغ نکنید جدولاتون رو. این پیشنهاد من به شما هست. پس این اگر برگرده ما به این ساپورت ها اتکا خواهیم کرد. اما سوال دیگه که پیش میاد اینه که اگر به سمت بالا حرکت کنه پرایس، یه کار خیلی جالبی که میشه کرد اینه که شما این فیبوناچی رو بگیرید و همین شکل و اندازه‌ای که وجود داره منتقلش کنید به نقاط بالاتر، منتقلش کنید به ساپورت های محکمی که دارید. برای مثال این یکی از ساپورت ها هست،
کسافت 50% بود. خب طبیعتاً توی 50%ش ماکسیمومی که تا الان گرفتیم رو می‌بینیم و به ما چند تا پرایس پوینت برای در واقع خروج میتونه نشون بده برای در طولانی مدت. همونطور که توی فاندامنتال‌ها صحبت کردیم، توی طولانی مدت ما میتونیم انتظار حرکت رو به بالا از سیلور داشته باشیم. اینکه چقدر رو به بالا خیلی بستگی خواهد داشت به شرایط سیاسی که تو آمریکا اتفاق میفته، بحث کرونا و اینکه چقدر تحت تاثیر قرار میده دنیا رو. غالباً مرزهایی که میتونیم بهش بخورین خیلی جالبه که همراه هستن با در واقع قیمت‌های بزرگی که قبلا وجود داشته. برای مثال اگر تا 1 بیم بالا بخوریم به این در واقع مقاومت خیلی قوی که اینجا وجود داشته، پس من اینو به عنوان یک مقاومت اینجا ثبت میکنم. و حالا اگر قیمت شروع کنه به شکستن این مثلث، ما باز هم ویدیو خواهیم گذاشت و بیشتر توضیح خواهیم داد که اهداف ما چی خواهند. خیلی ممنونم که تا اینجای کار همراه ما بودید. این بود تحلیل تکنیکال نقره. امیدوارم که دوست داشته باشین و براتون ترید های خوبی را آرزو مندم. تا ویدیو دیگر، خدا نگهدار.